بینندگان و شنوندگان عزیز و محترم، به برنامه دانش، بینش و آزادی خوش آمدید. بنده حبیب ریاضتی در خدمت شما هستم و همانطور که مستحضرید، هدف از این برنامه ها ایجاد یک فضای سرشار از محبت، شفقت و از همه مهمتر خرد پروری که ما بتوانیم به کمک همدیگر به مسائل فردی و اجتماعی عصر حاضر بپردازیم. این برنامه ها توسط بنیاد غیر انتفاعی Human in the Making Foundation به شما تقدیم می شود و تمام مهمانان و برگزار کنندگانش فقط به خاطر خدمت به نوع انسان قبول زحمت می کنند و از این که بخواهند که اجری دریافت کنند، تنها اجرشان آن است که یک راه گشایی برای شما عزیزان باشند. این برنامه ها مسائل رو از دیدگاه روانی، یعنی روانشناسی، روانشناختی و فلسفی بررسی می کند. در مسائل سیاسی و مذهبی تا آنجا که بتواند دخالت نمی کند مگر آنکه سؤالی بشود. یکی دو نفر از شما عزیزان از من سوال کردین که چرا من در مسائل مذهبی نمیخواهم دخالت کنم و دلیلش خیلی واضحه و آن این است که در یک برنامه تلویزیونی ما باید سعی بکنیم آنچه که مورد نظر اکثریت بینندگان و شنوندگان هست رو در نظر بگیریم. من بعد از مشورت با دیگر همکارانم به این نتیجه رسیدیم که مسائل رو از دیدگاه انسانی مطرح کنیم که شامل جمعی مذاهب، تمام فلسفه ها بوده و خواهد بود. ولی اگر در زمانی ما ببینیم اگر یک بیانی از یک فیلسوفی یا یک مصدر مذهبی هست که مفید واقع میشه برازش، یقینا این کار رو میکنیم. ولی هدفمان نه تبلیغ مذهبی است و نه برتری و بهتری در بین قوم های متفاوته. با این مقدمات کلی و اصولی، برنامه امروز به دنبال یک سری برنامه هایی است که بنده با دکتر میترا رشیدیان همکار و یک پژوهشگر با ارزشی که با قلم و با نطق و با سمینار سعی میکنن انسانها رو راهنمایی بکنن. ایشان روان درمانگرن، ولیکن آنچه که در این برنامه ها بنده خواستم از ایشان استفاده بکنیم، تخصص ایشان و پژوهشگری ایشان در مسائل جنسی است و سوالاتی که پیش می آید. قبل از آن که بنده از ایشان دعوت بکنم و خوش آمد بگم به برنامه، می خواهم این تذکر دوستانه رو به شما بدهم که زیر بنای تحقیقات خانم دکتر و بنده و تمام مهمانان ما بر اساس شواهد علمی است و این شواهد علمی، چه این علم کامل هست تا به امروز یا کامل نی، این رو اگر با اعتقادات شما چه سنتی چه مذهبی نمیخونه، خواهش بنده آن است که این رو دلیل بر بی‌حرمتی ما به
به اعتقادات خودتان ندانید، بلکه ما موظفیم که آنچه که علم تا به امروز، تأکید میکنم تا به امروز نشون داده، حالا زیر بنای این علم چی هست، تحقیقات چی هست، آیا کسانی که این مقاله ها و تحقیقات رو می نویسن خودشون در کدوم موضع قرار دادن، اونا رو من الان بحثش رو نمیخوام بکنم، ولی خواستم تذکر بدم که بیانات مهمانان نازنین من رو اگر با اعتقادات شما همخوانی نداره، این رو فقط به خاطر اختلاف نظر بهش احترام بذارید و ابدا اسباب سوء تفاهم رو فراهم نفرمایید. با این کلیات اولا مجدداً سال نو رو به شما خانم دکتر میترا رشیدیان تبریک و تهنیت عرض میکنم و از این که دعوت ما رو پذیرفتین تشکر میکنم. خوش آمدین. سپاسگزارم از دعوت مجدد شما و از این مقدمه بسیار زیبایی که چقدر قشنگ توضیح دادید و خوشحال هستم که یک بار دیگه در جمع شما عزیزان هستم و مطابقا سال نوی شما هم مبارک. بدای شما. خانم دکتر، برای اینکه ما یک موقعیتی فراهم بکنیم که به سوالاتی که آمده است هم توجه بکنیم، اگر ما یک انتولوژی بهش میگن از این فلسفه جنس و جنسیت رو اگر ما بخوایم توضیح بدیم، یعنی منشأش رو، شناساییش رو، شما چگونه این رو بررسی میکنید و جنسیت یک انسان واقعا به چه معنی است؟ آیا به مفهوم روحشه، فکرشه، احساسشه، بدنشه؟ روی چه دیدگاهی ما این مسئله رو بایستی بفهمیم؟ ولی جام اولت را خواهش میکنم. سوال بسیار خوب و عمیقی هست و جواب دادن این، من اینو به چند مرحله نگاه میکنم و میگم خدمتون. و قبل از اینکه به سوال شما جواب بدم، همونطور که خودتون در مقدمه اعلام کردی در مورد تحقیقات، من بعد بگم اینو خدمتون، تمام تحقیقات من تحت نظر دانشگاه نیو انگلند استرالیاس، سکول آف هلت، و من از سال تقریبا 2005 این کار، همکاری رو من با این دانشگاه شروع کردم و همچنان این همکاری ادامه داره. بنابراین آنچه که پابلیش شده از طرف من و آنچه که تحقیق شده تحت نظر این دانشگاه هستش، که این خیلی مسئله مهمیه که دوستان عزیز، تماشایان عزیز بدونن که چیزهایی که گفته میشه در این برنامه و یا هر برنامه دیگه تحت نظر دانشگاه و کنترل شده است. خیلی متشکرم از این توضیحتون، چون این خیلی مهم هست که دوستان عزیز از هر صنفی که هستن متوجه بشن و ارزش تحقیقات شما رو بدانن. تا اونجایی که بنده با شما و کارهاتون آشنایی دارم خانم دکتر، شما هیچ گونه بغض، غرضی ندارین، جهتی نمیگیرین، بلکه به تمام دیدگاه ها احترام میذارین، ولی مثل خود بنده این رو واجب میدونید که در تلویزیون که جنبه عمومی داره، ما این قدرت رو استفاده نکنیم که اون خواسته های خودمون رو تحمیل کنیم، بلکه آنچه که آموختیم با شواهد علمی عرضه کنیم. و من ممنونم از شما از این جهت. خواهش میکنم. مسئله ما اگه بخوام که به اصطلاح به اون عمق مسئله
سکشوالیتی انسان نگاه بکنیم و ببینیم که به طور کلی چی میشه که به یک نفر میگن هتروسکشوال، به یکی میگن هوموسکشوال، و به طور کلی این دستبندی ها از کجا شروع شده، از کجا سرچشمه گرفته و چرا این دستبندی ها در عصر وجود دارن، خاصیتشون چی هست و ضررهاشون در اجتماع چی هست. ما وقتی که میایم به تاریخ نگاه میکنیم میبینیم که سنت های مختلف، زبان های مختلف و همینطور مسائل اجتماعی که در طی قرنها پیش اومده باعث شده که یک قسمتی از زندگی که قسمت زیادی هم از زندگی از مسئله سکشوالیتی بیان به هر به اصطلاح قومی به یه فرم خاصی بخوان به این مسئله نگاه بکنن و در نتیجه در خیلی از جوامع به خاطر اینکه سنت ها، مذهب ها، مسائل سیاسی، مسائل اقتصادی و نداشتن اطلاع کامل از اینکه چرا این مسائل مهم هست، فقط باعث شده که یک نوع سردرگمی و یک نوع ناآشنایی مفرط در بین مردم همچنان بمانه و رشد بکنه و جوابی هم خیلی جاها براش هنوز پیدا نکردن. فقط همین که میدونن که انسان میتونه سکشوال اورینتیشن های مختلفی داشته، گرایش های مختلفی داشته باشه، باعث نگرانی خیلی خیلی از خانواده ها هست. و میبینیم که ضررهای این مسئله چی هست. ما میبینیم که در سنی که یک انسان متوجه گرایش جنسیش میشه، معمولا در سن نوجوانی یا تینیجری هست که میبینیم که برای این گروه از عزیزان و به خصوص در فرهنگ ما منشأی نیستش که بتونن کمکی بگیرن که بدونن که با این گرایش خودشون که به اصطلاح مثل نرمال جامعه نیست چی کار باید بکنن. و همچنین در پزشکی میبینیم که خیلی از پزشکان آمادگی این که چجور با افرادی که گرایش جنسیشون متفاوت هست از هتروسکشوال، یعنی بین مرد و زن، و واقعا اون ترینینگی که باید داشته باشن، آموزشی که باید داشته باشن، یا حتی اون خواستن این که چجوری باید با اینها برخورد بکنن، با این افراد، خیلی مشکل ساز شده. و به طور کلی کسایی که گرایش جنسی غیر از مرد و زن دارن اصلا انگار یک حالتی باشون میشه گفت رفتار میشه که در بعضی مواقع حتی غیر انسانی هم هست. و ما میبینیم که چرا این مسئله مهم هست. به عنوان مثال وقتی که ما تحقیقات انجام میدیم میبینیم که توی اون اپلیکیشن هایی که افراد شرکت میکنن، داوطلب میشن، معمولا یه سوال هست که جنسیت افراد رو میخواد و می نویسن که یا مرد و یا زن. و اون افرادی که خودشونو مرد و یا زن کامل حساب نمی کنن یا باور ندارن که جنسیتشون مرد هست و یا زن هست، چون که جایی برای چک کردن وجود نداره توی اون اپلیکیشن، دیگه در نتیجه جوابی نمیدن. ولی این کار باعث میشه که ما خیلی از اون اطلاعاتی رو که میتونیم با اضافه کردن یک به اصطلاح کاتگوری دیگه مثل آدرز اگر بزنیم یا متفاوت غیر از مرد و یا زن بودن، ما چقدر میتونیم اطلاعات دیگه‌ای دریافت بکنیم در مورد اینکه سکشوالیتی انسان‌ها رو چجوری بررسی کرد و چطور بفهمیم که عمق این مسئله از کجا میاد. چیزهایی که ما تا به امروز میدونیم این هستش که به طور کلی ما اگر بخوایم سکشوال اورینتیشن رو معرفی بکنیم، یا انسان گرایش داره اگر که مرد هست به زن گرایش داره، یا اگر که زن هست به مرد گرایش داره، و یا اینکه نداره، یعنی این یک چیز مطلق نیست. و طبقه بندی هایی که در سطح اجتماع شده و گروه هایی هستش که هتروسکشوال یا هوموسکشوال یا بایسکشوال و خیلی از کتگوری‌هایی که معرفی میکنن، در اصل میشه گفتش که خلاصه خیلی کتگوری های دیگه هست. و
چیزی که ما فقط میتونیم خیلی خلاصه امروز میدونیم و دیگه مثل سابق نیستش که بگیم که هتروسکشوال یا هوموسکشوال مثلا فقط مرد با مرده، نه الان ما این کاتگوری ها خیلی بازتر شده و به طور کلی اگر بخوایم امروز آنتولوژیشو بگیریم و بخوایم مطرح بکنیم که بگیم که تعریفی اگر که ما بخوایم بکنیم این تعریف چی هست، یک تعریف کلی میشه گفتش که شخصی سکشوال اورینتیش بستگی به این داره که تحت چه شرایطی چه دیزایری داشته باشه و اون دیزایرش، اون خواستش، اون گرایشش یا به مرد هست یا به زن هست و یا نیست. یعنی ما نمیتونیم بگیم که یک شخص رو توی یک کادری بذاریم و یه لیبلی بهش بزنیم و اون رو بخوایم از اجتماع جداش بکنیم به خاطر نوع گرایش جنسیش. این دیگه الان از این مرحله خیلی گذشته و ما در تحقیقات زیادی هستش که ما میدونیم که این تحقیقات به ما میگن که من اینو در آمادهش کردم که اینو دقیق برای شما بگم خدمتون. ما برای الان کاتگوری جندر یا جنسیت، سکس باز هم میتونه جنسیت باشه و سکشوال اورینتیشن یا گرایش جنسی، به طور کلی به خاطر قوم‌های مختلف، به خاطر نگاه‌های مختلف در اجتماع‌های مختلف، مذاهب مختلف و مسائل سیاسی و مسائل مختلف اجتماعی، ما الان تقریباً 209 کلمات عامیانه داریم، تقریباً 190 تا تلفظ‌های مختلف داریم و همچنین حدود بیشتر از 200 نوع مختلف کنکشن، یعنی ارتباط بین میل و فیمیل و زن و مرد هستش که ما اینا رو قبلا این انتخاب، این به اصطلاح گرایش ها باینری بود، یعنی مرد و زن. امروز ما اینا رو از طریق نان باینری نگاه میکنیم، یعنی مرد، زن و بقیه، و این بقیه تقریبا شدن حدود اتلیست 200 تا که این 200 هم چکیده 10,000 تایی دیگه بوده در تمام گلوب اگه بخوایم نگاش بکنیم، که اینها همه شما حساب بکنید در عرض شاید 50 سال گذشته بوده که تونسته بیاد و معرفی بشه و هنوز خیلی از این کاتگوریا به خاطر اینکه نوعهای مختلفی داره نتونستن همه رو اسمگذاری بکنن. و میخوام بدونید که وقتی که ما در رو باز کردیم که به اصطلاح سکشوال اورینتیشن های جدیدتر رو بشناسیم، میبینیم که چقدر بوده و اینا در طی تاریخ هم بوده و امروز ما میدونیم که گویی که بعضی از محققین ممکنه تا همین چند سال پیش هم اعتقاد داشتن که سکشوال اورینتیشن یک نفر با چویس هست، با انتخاب هست. امروز ما میدونیم که همچه چیزی نیست واقعا. و من یک مقاله دریافت کردم از جورنال نوروساینس که در این جورنال تکیه میکرد بر اینکه باورهای ما در مورد مسائل مختلف به خصوص در مورد مسائل جنسی از طریق سنت و مذهب و سیاست و اقتصاد و آنتروپولوژی و مدیسن و همه رو که بخوایم در نظر بگیریم خودش رو به فرم یک کالچر نشون میده که این به مرور زمان طی قرنها امبادی میشه در بدن ما، یعنی اینکه جزء تار و پود مغز ما، جزء تار و پود بدن ما میشه و ما بخوایم خودمون رو از این به اصطلاح داینامیک بخوایم خودمون رو بکشیم کنار یک کار خیلی سختی است، مگر اینکه ما واقعا اینقدر اوپن باشیم بتونیم و بخوایم که بشناسیم که اورینتیشن اصلا چرا ما بهش تفاوت میدیم و این تفاوت ها یک انتخاب انسانی است که ما این تفاوت ها رو میذاریم و این کاتگوری ها رو درست میکنیم. در حقیقت هر کسی آزاد هست، هر نوع رابطه جنسی میخواد داشته باشه، هر کسی آزاد هست با هر کسی در طی در اف کورس مسائل قانونی رو ما حتما باید در نظر بگیریم، مسائل اجتماعی رو باید حتما در نظر بگیریم و ولی انتخاب این که یک شخص اورینتیشنش چی هست، گرایشش چی هست، یک انتخاب فردی است.
یعنی در حقیقت با خود انسان میاد، مثل اینه که مثلا یکی چشابی به دنیا میاد، یکی بلوند به دنیا میاد، یکی کوتاه‌تر، یکی بلندتر به دنیا میاد. پس بنابراین اینا یک مسئله هستش که در ژن انسان هست. انتخاب این نیستش که یک نفر بلند شه از خواب و بگه امروز من تصمیم گرفتم سکشوال گرایش من به این سمت باشه. و این مسئله واقعا بهش اهمیت دادن بسیار مهم هست. و ما خود من در یکی از تحقیقاتی که کردم در مورد پزشکان، ما متوجه شدیم که این مسئله چقدر سخت است برای پزشکان که باش روبرو بشن و اینکه بدونن که مریضی که دارن سکشوال اورینتیشنش متفاوت از نرم سوسایتی هست، در حقیقت یعنی حالت هتروسکشوال نیست، براشون یه مقدار سخت هست که با این مریض حتی صحبتی داشته باشن. و من یادم هست وقتی که اون کوشنیار رو من فرستادم برای پزشکان مختلف، چند تاشون برای من نوشتن که ما از این مریض ها نمی بینیم اصلا. اصلا خب چطور ممکنه؟ ما انسان انسانه و هر انسانی که زندگی که میکنه با سکشوال اورینتیشن خودش داره زندگی میکنه. من چند تا از این سلنگ ها رو اتفاقا یادداشت کردم که شما بدونید که باز هم خلاصه اون 200 ها چی هست، چقدر زیاده. حالا اگر که دوست داشته باشید من اون رو میتونم معرفی کنم به شما. توضیحات کلی که دادین تا حدودی این عوامل رو و علائمش رو توضیح دادین. یه مطلبی که شما فرمودین که در حقیقت یکی از سوالاتیه که همه الان برای من رسید، آن است که وقتی شما میفرمایین که عوامل مختلفه در گرایش جنسی تأثیر داره و این عوامل رو خود شما ذکر کردین که میتونه فرهنگی باشه، سنتی باشه، مذهبی باشه، این چگونه با اون بیان اخیر شما که فرمودین که در ژن قابلیت گرایشی افراد در حقیقت نهفته شده، چگونه اینا با هم هماهنگ میشه؟ و دوم آن که آیا بالفرض، فکر میکنم به تب نوشته ولی مقصودش بالفرضه، بالفرض اگر این نظریه درست باشه، آیا هنوز میتونیم بگیم یک قضیه ژنتیک وقتی که یک فردی امکان داره به صورت طبیعی به یک سمت گرایش پیدا بکنه ولی در طول زندگیش به خاطر عوامل مختلفی روانی، فرهنگی، مذهبی میتونه گرایشش رو عوض کنه؟ خواهش میکنم خانم دکتر اگر امکان دارد این تناقضات رو برای من رفع کنید. خواهش میکنم. مسئله سکشوال اورینتیشن یا گرایش جنسی تا به امروز ما میدونیم که یک مسئله ژنتیکی هستش و این مسئله ژنتیکی امروز خودش رو بیشتر نشون داده در قسمت‌های مختلف و در اورینتیشن‌های مختلف. ما امروز افرادی رو داریم که به اصطلاح ایسکشوال هستن، بایسکشوال هستن، گی هستن، به قول معروف هوموفوبیا هستن، لزبیان هستن، LGBTQ، نان باینری، اوتینگ، پنسکشوال، کوشنینگ و خیلی زیاد هستن. پس بنابراین میبینیم که این ژن‌های سکشوال اورینتیشن در هر شخصی میتونه خودش رو به یک نوع دیگه نشون بده. اگر غیر از این بود ما طبق این همه تحقیقات که انجام شده این همه کتگوری‌های مختلف رو نمیتونستیم پیدا بکنیم. و البته همچون که گفتم خدمتون، اینا هر کدومشون مثل یه آمبرلا میمونن، مثل یه چتر میمونن که چند تا اورینتیشن دیگه زیر اینا کلاسیفاید شده. بله. و اگر که بخوایم بگیم که میترا جان، آیا ژن به خودی خودش عامل بروزات
یا ژن میتونه بالقوه یک خاصیتی رو داشته باشه، ولی عوامل دیگه چه روانی چه فرهنگی و و و باعث بشه که یک فردی خواص اون ژن رو ظاهر بکنه. یعنی آیا نقش تربیت، نقش اراده تأثیر نداره بر این بروزات و انتخابات؟ تا اونجایی که من آشنا هستم با این مسئله تعلیم و تربیت و اینکه ما بچه ها رو چجوری بزرگ میکنیم نقشی در این مورد نداره، ولی مخالفت با این مسئله عواقب بسیار وخیمی داره و در مورد افراد که چطور جوانها به خصوص بهشون آزار و اذیت‌هایی شده در سطح اجتماع، در سطح خانواده، که عواقب خیلی خیلی بدی براشون داشته. ژنتیکلی یه عده‌ای بله بفرمایید یه دقیقه دیگه بنده باید آگهی رو پخش بکنن. پس به فرموده شما و تحقیقات شما، هر چیزی که در ژن هست به عرصه شهود میاد. حالا بعد از پخش آگهی ها اگر این فرضیه علمی رو با تجربیاتی که ما داریم و شما دارین ما این رو ثابت شده فرض بکنیم، سوال من این خواهد بود که چگونه در خود ژن این قابلیت ها ایجاد میشه. حالا بعد از آگهی انشاءالله. خواهش میکنم. سروران عزیز، بعد از این وقفه موقتی به ادامه برنامه خودمون با خانم دکتر رشیدیان میپردازیم. این مسئله یک مسئله است که من میبینم الان در این فاصله چند دقیقه‌ای شما سوالات زیادی رو مطرح میکنین و یکی از این سوالات رو من در این زمانی که آگهی پخش میشد با خانم دکتر مشورت کردم که سوال شما آن است که خود ژن چگونه این انتخاب کلی رو ایجاد میکنه، و ایشان یه جوابی فرمودن و ازشون خواهش میکنم که این رو ابراز بفرمایید. خانم دکتر بفرمایید. خواهش میکنم. بعد صحبتش رو میکردیم که این ژن چجوری به وجود میاد. خب مثل هر ژن دیگه ای، ببینید ژن ها همیشه خودشون رو در نسل بعدی بلافاصله نشونه میدن، بلکه ممکنه یه نسل رو رد بکنن یا دو نسل رو رد بکنن و در نسل سوم میتونه خودش رو نشون بده. همینطور که مثلا خانواده‌ای هستن که همه چشماشون قهوه‌ای، یه دفعه یه بچه‌شون چشم سبز پیدا می‌کنه و بعد نگاه می‌کنن می‌بینن که پدر بزرگ یا مادر بزرگ دو سه نسل قبل مثلا چشماش سبز بوده. و ژن سکشوال اورینتیشن هم به همین فرم هستش. منتها مسئله‌ای که هستش، چون که مسئله سکشوال اورینتیشن یک مسئله حساسی هست در اجتماع‌ها، ما از اون چشم سبز خیلی هم خوشحال میشیم که متفاوته، ولی وقتی که میاد به مسئله سکشوال اورینتیشن، اینو ما به خاطر باورهایی که داریم، باورهای سنتی، باورهای مذهبی، باورهای اقتصادی و خیلی باورها که مجموعهش زیاد هست، همونجور که عرض کردم خدمتون، ما سنت و تمام این مسائل در تار و پود بدن ما نفوذ میکنه و ما اینقدر اون طبیعی جزء ما میشه که ما حتی احساس نمیکنیم که مخالفت ما یک چیزی هستش که واقعا نرمال نیست. چرا ما بایستی مخالفت بکنیم با این که یک نفر به خصوص یه سکشوال اورینتیشنی داره که به اصطلاح شبیه اکثر اون جمع اون خانواده نیست؟ خب این ایرادی نداره، این چیزی هست که هستش. من تلفن هایی داشتم که به من میگن که آیا میشه مثلا پسر ما رو خوبش بکنی یا دختر ما رو خوبش بکنی. واقعیت اینجاست که پسر و دخترهایی که سکشوال اورینتیشن متفاوتی از بین مرد و زن دارن هیچ ایرادی ندارن، این ساخت و باخت ژنتیکشون هست و
کاری باهاش نمیتونن انجام بدن. در حقیقت اونا میخوان زندگی نرمال خودشونو داشته باشن، ولی برای پدر مادرها و به خصوص پدر مادرهای ایرانی ما این مسئله یه جورهایی که اونم به خاطر فرهنگ هستش، یک مسئله بسیار شرم آوره، یک مسئله بسیار گناه آلوده. و یک چیز مشترکی که من میشنفم این هستش که ما آبرومون بین همه میره اگر که بفهمن پسر ما با یک پسر دیگه زندگی میکنه یا دختر ما با یک دختر دیگه زندگی میکنه و یا اینکه هر نوع سکشوال اورینتیشن مختلفی که دارن. ما مسئله ژنتیک رو نمیتونیم عوض بکنیم، این واقعیتی که باید قبولش بکنیم. متوجه میشم خانم دکتر و ممنونم از توضیح های مبسوطتون. آیا به طور کلی میترا جان عزیز، ما نمیتونیم بگیم بیهیویر، عمل کرد، انتخاب افراد یه مقدار تابع خصائل ارثی ژنتیک به قول شما، یه مقدار تحت تأثیر عوامل محیطیه، ولی از طرف دیگه اراده آزاد انسان هم دخیله؟ یعنی این یه بحثیه که من میبینم الان در بین جامعه شناسا و بعضی از روانشناسا این بحث نظری پیش میاد که آیا من فقط یه جین ماشینم یا یک مسئولیتی دارم که یک تداخلی هست بین خواص ارثی، خواص محیطی و خواص ارادی بر حسب بینش من، و مجموعه این ستا هست که یک گرایشی در انسان، در فکرش، در حسش ایجاد میشه. آیا ما میتونیم این قضیه رو بگیم به صورت مطلق ما اینا رو بررسی نکنیم شاید بهتره و یه جایی بذاریم برای تحقیقات وسیع‌تری؟ نظر شما چیه؟ ببینید، تحقیقات در این زمینه یک پدیده جدیدی هست نسبتاً و همچنان ادامه داره و در به خصوص در علم پزشکی تحقیقات در این قسمت بسیار کم هستش و ما هنوز خیلی جا داریم که واقعا عمق این مطلب رو پیدا بکنیم. و دلیل اینکه در علم پزشکی جای تحقیقات این مسئله کم هست به خاطر اینکه اصولا دانشگاه‌های پزشکی روی مسئله جنسی تمرکز خاصی ندارن، یا اینکه بودجهشو ندارن، یا اینکه بهش اعتقادی ندارن. و برای دانشگاه‌های پزشکی دیزیز اونو از بین بردن بیشتر مطرح هست تا اینکه بخوان روی مسئله جنسی افراد تمرکزی بکنن. ولی اتفاقی که میفته اینجا، خب ما میدونیم وقتی که افراد با اورینتیشن‌های مختلف وارد رابطه بشن بدون اینکه بدونن از خودشون چجوری باید مواظبت کنن، خب عواقب خودشو داره، مثل بیماری‌های مقاربتی. در این که هیچ چیزی مطلق نمیتونه باشه، فرمایش شما 100% درسته و اطلاعاتی که ما امروز داریم بر اساس تحقیقاتی است که تا حالا به ما گفته این یک انتخاب نیست، بلکه یک مسئله به اصطلاح داینامیک خود ژنتیک انسان هستش. ولی با این مسئله چی کار باید کرد؟ وقتی که یک نفر متوجه میشه که اون سکشوال اورینتیشنی که داره متفاوت از بقیه، خب میتونن واقعا این مسئله رو بررسی بکنن که بهش مطمئن بشن که آیا واقعا این برداشت اینها درست هست و یا نه. ما امروزه میدونیم به خصوص در بین جوانها، افراد تینیجر، یه مقداری به خاطر پیر پرشر یا به خاطر اینکه دوستانشون بهشون فشار میارن و به خاطر اینکه نمیخوان از حلقه دوستاشون خارج بشن، ممکنه تصور بکنن که گرایش جنسیشون مثل دوستاشون هست. ممکنه بخوان به این کارها آزمایش بکنن، امتحان بکنن که ببینن که آیا واقعا
اون احساسی که دارن درسته یا درست نیست. پس بنابراین اون یک قسمتش هست و ما هر چی که بیایم به جوانها و به افراد خانواده و به جامعه اطلاع بیشتر بدیم از اینکه چطوری یک انسان اورینتیشنش خودش رو میتونه بکنه و بدونه که درست تشخیص داده یا نه، این مسئله بسیار بسیار حیاتی هستش. ولی هر چی که بخوایم این بیان شما رو مسئله سخت‌تر میشه. البته 5 تا 10 دقیقه دیگه کارگردان تذکر دادن که ما نداریم. ببینین، من با شما موافق هستم که عکس العمل هایی که اجتماع بر اساس ضوابط و درک های فرهنگی، اعتقادات مذهبی نشون میده به افرادی که شاید گرایششون متفاوت از اکثریت، اون رو یه مطالعه‌ای باید بکنیم. 100% با شما موافق هستم. این دو تا موضوع متفاوته. یکی آن که آیا واقعا جین غالب خواصش بر محیط و اراده آزاد انسان، یا این که بایستی سه عامل رو در نظر بگیریم و یک مجموعه به زبون شما و بنده که در روانشناسی خدمت میکنیم یک گشتالتی بشه میترا جان، که نه اینه نه اونه، نه جمع این ستاست، بلکه یه چیزیه که ورای این هاست، بیاند تری. این یه بحثه. بحث دوم بحث عکس العمل هاست. من فکر میکنم ما تخمای خوبی کاشتیم. سه چهار تا سوال شده، من اینا رو میگم، اگه بتونیم رو هر کدوم یه 2 دقیقه بذار خانم دکتر، بعد ما دفعه بعد اینا رو میشکافیم. سوال اولی که شده اینه، به نظر شما اختلالات جنسی به چه معنیست و معیار سنجشش چیست؟ البته اینطوری که شما توضیح دادی، شاید به زعم من گرایش شما اختلال باشه، ولی اون رو بلش کنیم. ولی اختلالات جنسی ما داریم، معنیش چیه و چگونه ارزشیابی میکنیم این رو؟ اختلالات جنسی بله داریم، و اختلالات جنسی ژنتیک نیست، و بلکه به خاطر مسائل‌های مختلف میتونه این اختلالات به وجود بیاد. ما اگر که راجع به پرافیلیا و یا این چیزها داریم صحبت میکنیم، اینها معمولاً ژنتیک کمپوننت میتونه داشته باشه ولی سیگنیفیکانت نیست، و بیشتر مسائل اجتماعی و مسائل فرهنگی و اختلالات روانی این میتونه این اختلالات جنسی رو به وجود بیاره. اختلالات جنسی با سکشوال دیسوردر فرق میکنه. ما اینجا مسئله سکشوال دیسوردر رو دوست دارم که از اختلالات جنسی جدا بکنیم. اختلالات جنسی کسایی هستن که مثلا فرض کنید ماسوخیزم، کسایی که خشونت در رابطه جنسی به کار میبرن، اینها یک نوع اختلال جنسی هستش. یا کسایی که به اصطلاح تجاوز جنسی میکنن، اینا اختلالات جنسی هست. ولی سکشوال دیسوردر یا مشکلات جنسی مثلا برای آقایون اون اریکتال دیسفانکشن، یا مثلا برای خانم ها مسئله اورگازمیک یا سکشوال پین دیسوردر، اونا با هم دیگه دو تا کاتگوری کاملا مختلف هستن. پس بنابراین ما وقتی که نگاه میکنیم به کسایی که پرافیلیا دارن یا اختلالات جنسی دارن، میبینیم که در زمانهایی که طوری که بزرگ شدن و به خاطر تروماهای مختلفی که برای اینا پیش اومده، اونا هم بی تاثیر در این به اصطلاح فرمی که با مسائل جنسی این افراد برخورد میکنن بی تاثیر نبوده. مرحبا. آیا من با شما 100% موافقم میتو خانم، که ما باید تفکیک کنیم بین این دوتا، و وقتی شما در مورد اختلال صحبت میکنی یه مسائل روانی هست بس. که
فرد دوچارش بوده، وقتی غضبی دیده، وقتی بهش ظلم شده. بعضی موقع یک فردی رو که مظلومتره اون رو بهش ظلم وارد میکنه از طریق حتی روابط جنسی. من خوشحالم که شما این تفاوت رو متذکر شدیم. سوالی که شده آیا خود ارضایی یک نوع اختلال محسوب میگردد و اگر نه چرا نه و اگر آره چرا آره؟ خود ارضایی نه تنها هیچ اختلالی حساب نمیشه، بلکه یک عمل جنسی بسیار بسیار سالمی هست. ما میدونیم که الان به خصوص در دوران پندمیک، به خاطر اینکه زوجها نتونستن با همدیگه رابطه جنسی داشته باشن، از طرف خیلی از ارگانیزیشن هایی که کارشون تحقیقات در مورد مسائل جنسی هست، خود ارضایی رو کاملا روش تکیه کردن و پیشنهاد کردن که این کار میتونه کاملا سالم باشه و حتی طریقه هایی هم گفتن که چطور انجام بشه که انسان بتونه احساس راحتی بیشتری با خودش داشته باشه. مسئله خود ارضایی در طی قرن‌های زندگی چه همراه بوده، چیز جدیدی نیست. ببینین، ما نمیخوایم اینجا بحثای جزئی رو بکنیم، ولی که شما خود ارضایی رو در نظر وجود میاد، یه تصوری به وجود میاد، یه افکاری به وجود میاد، آیا بنده، سوالشون اینه، اگر در خود ارضایی که ایشون مطرح کردن، آیا تصورات در مورد فرد مقابل به عنوان یک وسیله یه خوشحالی و رهایی بنده از فشارهای جنسی محسوب نمیشه؟ آیا این شخص مقابل رو به عنوان ابزار استفاده نمیکنه؟ از این جهت سوال کردم که آیا یک اختلال فکری و روانی محسوبه و یا آنکه یه ضوابط دیگری درش نهفته است؟ سوال خوبیه. بله، ببینید، سکشوال فانتزی یه قسمت بزرگی از روابط جنسی تشکیل میده. بنابراین کسی که خود ارضایی میکنه میتونه سکشوال فانتزی خودش هم به کار ببره و از اون طریق به اون اوج لذت جنسی خودش برسه. منتها حالا بستگی داره که هر شخصی که میخواد از سکشوال فانتزیش استفاده بکنه چجوری اون افکار در سرش به قول معروف فرم میگیرن و هدفش از این فانتزی ها چیز هست. اگر که فانتزیش اذیت و آزار یک نفر هست، خب اون جای سوال داره مسلماً. ولی اگر که فقط شخصی فانتزی خودش رو به کار میبره که بخواد به اوج لذت جنسیش برسه، اون یکی از راه‌هایی هستش که اتفاقاً پیشنهاد شده است و یک فکر سالمی هست، به شرط اینکه انسان موقعی که فانتزی رو به کار میبره نخواد به قول معروف از یک نفر سوء استفاده کرده باشه، که این برمیگرده هم به اختلال جنسی، هم برمیگرده به اینکه هر شخصی بندریاش، حد و مرزهای فکریش در چه حد هست و چه جور خودش رو در قالب روابط جنسیش میشناسه و میبینه. خیلی خوب، این جواب خوبیه نسبتاً. یعنی شما در حقیقت میفرمایید که اگرچه تصورات و تخیلات جزئی از این خودارضایی محسوبه، ولی شخصی که این تصور و تخیل رو میکنه باید موازین انسانی و حرمت انسانی رو هم حفظ کنه. درست فهمیدم؟ کاملا. خیلی خوب. سوال آخری رو که میکنم، و تو سوالای زیادی اینجا شده و اونم اینه، آیا نقش اعتقادات درباره دیدگاه یک مرد نسبت به یک زن یا بالعکس تأثیری روی ارتباطات جنسی داره یا خیر؟ 100%، 100%. اصلا این مسئله هیچ جای ردخور نداره.
آنطوری که یک زوج به همدیگه نگاه میکنن و شما الان اینجا مسئله که دارین بهش اشاره میکنید مسئله هایارکی یعنی اختلاف طبقاتی در زندگی مشترک هست. منظور من از اختلاف طبقاتی تحصیل و ثروت و این برنامه ها نیست، بلکه اینکه یک مرد خودشو بالاتر میبینه در رابطه یا یک زن خودشو بالاتر میبینه در یک رابطه و یا یک زن خودشو پایینتر میبینه و یا یک مرد خودشو بالاتر میبینه. مسلماً که این هایارکی بهش میگن، این دستبندی در رابطه زناشویی 100% تاثیر میذاره روی سکشوال ساتیسفکشن. و ببینیم که این مسئله چجور به وجود میاد، بستگی داره که این یک زوجی که با همدیگه زندگی میکنن چجوری با همدیگه صحبت میکنن، چجوری از خواسته های همدیگه آشنا هستن، چجوری خواسته هاشون رو میتونن با خیال راحت و با آرامش با همدیگه مطرح بکنن. و فقط هم این در مورد مسئله جنسی پیش نمیاد. من چند وقت پیش با یک آقای برخورد کردم، یک آقای جوان 45-6 ساله که میگفتن که من یک مرد ایرانی هستم، وقتی که میرم خونه حتما زنم باید برای من غذای ایرانی بپزه و این وظیفه این غذا پختن رو فقط و فقط به عهده خانم میدونستن و نه خودشون، گویا که خانمشون هم مثل خود ایشون کار میکنه. پس این خودش یک دونه اختلاف طبقاتی هست در زندگی زناشویی. پس بنابراین یک مرد با یک همچه دیدی خودش رو یک پله بالاتر از خانمش میبینه و مسلما این دید در رابطه جنسی خودشو خیلی عمیق‌تر و شدیدتر و خیلی هم ناراحت کننده تر خودشو نشون میده. 100% بله، جواب مثبت هستش. بله، ممنونم از این توضیح شما. چل علت این که بنده تشکر میکنم از شما. من دوست دارم اینجا یک مورد خیلی سریع هم بگم، البته در مورد سکشوال اورینتیشن این هم گفته باشم که بعضی وقتها به خصوص در جوانها، بازم اینو تکرار میکنم، بیشتر پیش میاد افرادی که در سن کودکی در دوران تولد تا 5 سالگی و حتی شاید هم 7-8 سالگی اگر مورد تجاوز قرار بگیرن، اون یک اختلال روانی میتونه درست بکنه که فکر میکنن که رابطه جنسی به اون فرم هست. بنابراین میخواستم که اینم گفته باشم که اون البته دلیل اورینتیشن نیست، ولی به هر حال میتونه یک اختلال روانی به خاطر اون مسئله تجاوز جنسی بتونه تولید بکنه در جوانها. اینم گفته باشم که خیلی ممنون. و البته اینا خودشون هر کدومشون جا دارن واقعا که در موردشون کاملا صحبت بشه و باز بشن این قضیه ها، که از این طریق ما بتونیم آگاهی های لازمه رو هم به خانواده ها و هم به افرادی که در این شرایط ها قرار گرفتن بیشتر اینا رو بشناسن و بیشتر بدونن که چی کار باید بکنن، چجوری میتونن به قول معروف خودشون رو از این مهلکه‌ای که براشون درست میشه بتونن نجات بدن. بلکه بسیار بسیار داینامیک خیلی خیلی دشواری هست که آدم در این زندگی میکنه. ممنونم. من نمیدونم چگونه از شما تشکر بکنم. متاسفانه من سوالات زیادی داشتم و امروزم رسید، ولی این یک پروژه‌ایه که من و شما انشاءالله به مرور ایام هر ماه قسمتی از اینها رو مورد بحث و مطالعه قرار میدیم. میخوام تشکر بکنم از شما خانم دکتر، همچنین از این بینندگان و شنوندگان جوانمان که این سوالات رو مطرح کردن، بالاخص از جناب آقا رضا، من اسم فامیل رو نمیگم، که میشینن و تا نیمی از شب گذشته، پاسی از شب گذشته این برنامه رو دیدن و منتظر بودن که شما تشریف بیاورین. یک جوانی هستن که مشتاقن که این مسائل رو در مورد خودشان بررسی کنن و اجر شما خانم دکتر و بنیانگذاران این برنامه رو برایشون خیرات و مبرات آرزومندن. این تنها چیزیه که خوشحالمون میکنه.
بله. میرزا خانم، ما هر جا که بتونیم یک کمکی بکنیم، یک آگاهی بدیم و بتونیم یک انسان رو خوشحال بکنیم و آسودش بکنیم، همه این کارها برای همینه. آفرین. و اینجا خوب هست که ما این رو تذکر بدیم که ما هر چه داریم با خلوص در اختیار مردم میذاریم و بعد انتخاب این که چیکار بکنن در زندگیشون رو به خودشون واگذار میکنیم، چون ما معتقدیم هر فردی مختار با خردی که داره، دانشی که میآموزه، انتخاب های صحیح تری بکنن. ممنون خانم دکتر رشیدیان، تا برنامه آینده شما رو به خدا میسپارم. متشکرم از صمیم قلب. خواهش میکنم. خدا نگهدار. قربان جون. سروران عزیز، با این توصیفاتی که شد، امیدوارم که تا حدودی متوجه شدین که ما در این برنامه سعیمون آن است که مسائلی که شاید خیلی ها درباره‌اش صحبت نمی کنند رو، ولی مشکلات کنونی عصر حاضر هست، و اونم شناخت مسائلی مثل مسائل جنسی است که به جای اینکه تابو بشه، یعنی اصلا درباره‌اش حرف نزنیم، یا اینکه از طرف دیگه یک مسئله‌ای بشه که افراط‌گرایی درش بشه و شاید هرزگی لسانی و عملی ازش ناشی بشه، ما میخواییم از این قطب جلوگیری کنیم و حقایق رو بررسی کنیم تا آنجایی که میتوانیم. واقعا من ممنونم از مهمان نازنین و همچنین شما که توجه میکنین به این برنامه ها. یک سوالاتی شده از این برنامه که من میخواهم به دو سه تا از اینها تا اونجایی که میتونم بپردازم. سوال اول آن است که نظر شما در مورد سیستم های چند حزبی چیست و راه حل مشکلات سیاسی امروز رو شما به سهم خودتان چه میدانید؟ من اولا نه سیاستمدار هستم و نه صاحب نظر، ولیکن بر اثر تحقیقات و پژوهش‌هایی که کردم یک جواب کوتاه میدم و به سوالات بعدی میپردازم. سیستم های چند حزبی هم چنین حزب هایی که به صور مختلف از عمل کرد دارن، میبینیم که حقیقتاً میتونن اختلافات رو پروبال بدن. من معتقد هستم که یک سیاستمدار حقیقی در یک مملکت نفع عموم اهل اون مملکت رو باید به عهده بگیره. ما نه دموکرات میخواییم باشیم، نه جمهوری خواه میخواییم باشیم. ما میخواییم رهبرانی که خادم نوع انسانن و اسباب حرمت انسانی رو برای هر فردی که در ظل اونها زندگی میکنن فراهم کنن. ما دنبال همچین رهبرایی هستیم. ما یک حزب میخواییم و اون حزب انسانیته. ما رهبرایی هم میخواییم که وقتی انتخاب میشن تحت عنوان تبعیضاتی که در ذهن ایجاد کردن عمل کردشون با افراد مختلف فرق نکنه. بنابراین شما از من این سوال خیلی مهم رو کردین و من جوابی که میخواهم شما روش تفکر بکنید آن است که ما سیاست رو واقعا
هدف میگیریم یا وسیله؟ آیا اهداف ما هر وسیله رو توجیه میکنه؟ آیا ما برای اینکه یک کسی رو به رهبری بیاریم بعد از هر وسیله‌ای استفاده بکنیم؟ آیا هدف خوب، وسیله خوب، روش و منش خوب و سالم رو نمی طلبه؟ آیا ما فلسفه فکریمون ماکیاولیه؟ یعنی کتاب شاهزاده رو که ماکیاولی نوشت که گفت برای اینکه به قدرت برسی از هر وسیله ای استفاده کن. چرا؟ چون هدف وسیله رو توجیه میکنه. من معتقدم وقتی که حزبگرایی بکنین شما ناگزیر بایستی که به وسائل و وسائطی متمسک بشین که اون اهداف حزبیتون رو فراهم بکنه، چه مذهبی چه سیاسی. حالان که اگر هدفتون وحدت نوع انسان باشه، اگر هدفتون وحدت عالم انسانی باشه، اون موقع تبعیضاتی قائل نمیشین و هر گونه هدفی که دارین محورش رو انسان دوستی، صلح عمومی و عدالت کلی میدانید. بنابراین نه تنها هدف وسیله رو توجیه نخواهد کرد، بلکه قدرت رو هم یه معنی دیگری خواهید کرد. قدرت رو به عنوان وسیله خدمت میبینید، نه وسیله کنترل. بنابراین آنچه که در کشورهای مختلفه، در گروه‌های مختلفه، احزاب مختلفه، چه سیاسی چه مذهبی اتفاق میفته، ما رو باید هوشیار بکنه که با ظلم نمیشود ظالمی رو از بین برد. شما با بی‌نظمی نمیتوانید اسباب نظم رو فراهم کنید. ما آن چه که باید بکنیم نه آن است که رهبرها رو بخوایم عوض و بدل بکنیم، بلکه باید هوشمون، ذکاوتمون، درایتمون، فهممون رو از سیاست چه مذهبی چه سیاسی بیشتر بکنیم، انتخابات بهتری بکنیم. چون اگر میبینی در یک جامعه ای حضرات علما میان چه مذهبی چه سیاسی میان و نظریات استبدادی میدن، یه گروهی رو محروم میکنن، اگر ما بینشمون رو بیشتر بکنیم، وقتی رأی میدیم بدونیم معیارهامون فقط دوست بودن ما با اینها نیست، اینکه هم نژادن با ما، هم فکرن با ما، نه. اگر موقعی که انتخاب میکنیم انتخاباتمون بر روی افراد سلیمی باشه که فعال اجتماعی هستن و ایمان دارن به حقایق انسانی، یعنی در حقیقت افرادی که مؤمنن، سلیمن و فعالن. مؤمن، خانم آقایون، بنده به عنوان یک واژه مذهبی استفاده نمی کنم، بلکه مؤمن رو یعنی ایمان دارن، با رضایت قلب ایمان دارن، با تمام وجودشون ایمان دارن به اون آرایی که سبب حفظ حرمت انسانی میشه و همه رو در نظر میگیره. سلیمن، سلیمن یعنی به خاطر قدرت. امروز یه چیزی نمیگن، فردا یه چیز دیگه نمیگن. در خفا، یعنی موقعی که با خودشونن یه جور حرف نمیزنن، موقعی که روی صحنه عمومی قرار میگیرن یه طور دیگه حرف نمیزنن. سلیمن یعنی سالمن، فکرشون سالمه، روحشون سالمه و فعالن، یعنی فقط نمی
ننشستن، نمی نشینن، بلکه فعالیت میکنن با قلمشون، با نطقشون، با عملشون. اگر ما در سطح عموم این مسائل رو در نظر بگیریم، میبینیم عمرای ما عوض میشن. اون موقع رهبرهای مناسبتر، سالمتر، مؤمنتر رو انتخاب میکنیم. به نظر بنده آنچه که تا به امروز بر ما واقع شده از رهبرای سیاسی و مذهبی که از ما سوء استفاده کردن به خاطر عدم بلوغ ما بوده. هر چقدر انسان‌ها در سطح پایین بالغ‌تر بشن، رهبرای مناسب‌تری میاد. این است که من و آنچه که می‌فهمم آن است که از جمله علامات بلوغ عالم آن است که این صندلی قدرت بماند ولی کسی نره نزدیکش، چون هر کسی که این وظیفه رو انتخاب کنه بایستی بدونه که باید خادم حقیقی نوع انسان باشه. این رو بنده با فقط نظریات خودم توام نمی کنم، این رو سیاسیون، کسانی که فلسفه سیاسی رو نوشتن، حتی در ادیان جدید مثل آیین بهایی من این رو میبینم که میگوین سلطنت بماند و احدی اقبال نکند. این یک شعار خیلی کلی است، ولی ما بایستی بالغ بشویم. بالغ یعنی آن که سعی نکنیم رهبری رو به مثل خودش که ظالمه بهش ظلم کنیم. ما بایستی از ظلم یاد بگیریم که شاید به دیگران ظلم روا نکنیم و نداریم. پس قدرت باید مفهومش عوض بشه، وسیله عوض بشه تا انسانهای بهتری به وجود بیان، خلق جدیدی بشه و وحدت کلی در نظر گرفته بشه. سوال بعدی آن است که آیا میتوان وحدت رو بدون عدالت و صلح تصور کرد؟ جواب کوچیک بنده آن است که ابدا. یعنی تا عدالت نباشه چگونه میتونه صلحی باشه؟ تا کی ما میتونیم این رو بقبولونیم که اگر صلح و عدالت نباشه وحدت یه امر پوشالیه؟ پس بنابراین ما نمیخوایم در حالی که از هم جداییم، قلوبمون جداست، افکارمون بالفطر جداست، بگیم ما متحدیم. چون وقتی زیر یه سقف هستیم ولی افکارمون با هم دیگر نمیخونه به خاطر اینکه دشمنی ایجاد میکنه، اون موقع ما وحدتی نداریم. من معتقد نیستم که وحدت به معنی این است که همه ما یک جور فکر بکنیم، ولی همه ما میتوانیم حرمت انسانی همدیگر رو حفظ بکنیم، چه بهائی باشیم، چه مسلمان باشیم، چه بی خدا، چه با خدا، چه دموکرات، چه جمهوری خواه. اینها رو باید بریزیم دور، از این اسما بگذاریم، به حقیقت وجودی خودمون پی ببریم. یک عمری داریم، در این عمر سعی بکنیم یه ارزش‌های از خودمون به جا بگذاریم. بنابراین من معتقدم به جای اینکه این سوالا رو کلی جواب بدیم، بایستی از خودمون بپرسیم که علائم، علامتا، اجزای یک صلح پایدار چیه؟ آیا انسانیتی میشه داشت اگر انصاف انسان نداشته باشه؟ انصاف به چه معنیه؟ تا چه افراد میتونن
خودشون رو اهل حق بدونن، بقیه رو همه ظالم بدونن. اینا سوالاییه که من مایل هستم شما بهش توجه خودتون رو جلب بفرمایید. سوال آخر، نمیدونم جناب کارگردان، من چند دقیقه دیگه دارم که تنظیم بکنم، ولی سوال دیگه شما آن است که آیا دین مسبب جنگ نیست؟ من تا جایی که میتونم میخواهم به عهد خودم وفادار باشم که وارد مسائل مذهبی نشم، ولی سروران عزیز، شما بالغین، شما بلوغتان آنقدر هست که بدانید که دین وسیله است نه هدف. دین و تشکیلاتش میتواند اسباب محبت، صلح، عدالت رو ایجاد بکنه اگه درست انجام بشه، و به شرط اون که اون دین تعالیمش، آراش، اصولش مطابق احتیاجات عصر حاضر باشه. من معتقد نیستم که دین یا هر فلسفه اعتقادی دیگری به نفسه میتونه سبب جنگ بشه، بلکه اون نفوسی که این اعتقادات باطله رو، و مقصود از باطله یعنی اعتقادات ضد انسانی، عملکردهای ضد انسانی که در زیر پارچه خدا و دین انجام میشه، اونها رو ما باید بفهمیم. بله، یک دین میتونه اسباب محبت بشه، میتونه اسباب ظلم بشه، بستگی به اون داره که ما چگونه این رو استفاده میکنیم. ولی سروران عزیزم، در قرن 21 دین و علم بایستی هماهنگ بشه. اینا یکی نیستن، ولی هماهنگ باید بشن، مثل و یک پرنده ای که دو بال داره، یه بالش علمه، یه بالش دینه. دین هدفش این است که قلوب رو به هم نزدیک بکنه. عقل هدفش آن است که این عقلی که داریم، علم هدفش آن است که با عقل و خرد ما رو به اهداف عالیه انسانی نزدیک بکنه. موقعی که این دوتا با هم در تضادن، اون موقع است که گرفتاری ها ایجاد میشه، اکستریمیسم، افرادگرایی، بنیادگرایی به وجود میاد. بنابراین آیا دین مسبب جنگ نیست؟ میتونه باشه، میتونه هم نباشه، بستگی به بلوغ افراد داره. این فقط در مورد دین نیست، در مورد هر فرضیه‌ای این رو میشه گفت. محور فرضیه های اعتقادیتون رو بایستی ایجاد یک انسان بدونین و ارزش های انسانی بدونین. هر دین و مرامی که ارزش های انسانی رو پایمال میکنه اوهامه، وهمه، ازش دوری کنید. سوال دیگری که شده، من نمیدانم جناب کارگردان، چند دقیقه دیگه دارم لطفا. بله، 10 minutes. قربان شما. خب این خیلی برای من خوب است. آیا سوال بعدی شما آن است، آیا این عملکرد سیاسی و مذهبی که ما بهش میگوییم جهاد، به نظر شما یک واژه غلطی نیست و عملکرد غلطی نیست؟ دوباره با نهایت درجه احترام، من واژه جهاد رو یک واژه مذهبی ابدا نمیدانم، اگرچه میدانم در طول تاریخ مذهبیون ازش استفاده کردن. من میدونم که جهاد موقعی که استفاده شده در کتب عرفا، در کتب علما، حتی در ادیان غیر ابراهیمی مثل بودایی، مثل آثاری که از
کریشنا مونده، هندویی جهاد به معنی آن است که جهد کن، سعی کن، هر مسئلهی، هر فکری، هر احساسی که مقام تو رو زائل میکنه، اونس رو از قلبت خارج میکنه، با اون بجنگ. این است که جهادی رو که ما به کار میبریم، این جهادیه که با هم دیگه میجنگیم، حالان که جهاد حقیقی آن بود که ما با خودمون بجنگیم. افکار بد، اعتقادات بد، وقتی غیبت میکنی، وقتی لعنت میکنی، اینها رو باهاش جهاد کن. به جای غیبت سعی کن به ذکر خیر بپرداز. به جای لعنت سعی کن که مردم رو تشویق بکنی به امورات خیریه. جهاد لفظی یعنی جنگ لفظی، جهاد با زد و خورد جواب نمیده. هر دو نفر، هر دو گروه، هر دو قبیله، هر دو کشور ضرر میکنن. بنابراین جهاد عامل جنگ‌های مذهبی نبوده. جهاد رو کسانی که رؤسای مذهب بودن، آخوندهای لاانشعور در ادیان مختلف، رهبران مذهبی در ادیان مختلف، این رو استفاده کردن برای اینکه مردم رو بر علیه دیگران به شورش بیارن. حالان که بزرگترین جهاد قرن بیستم جهاد علم در مقابل جهل. اگر این جهاد رو که یک جهاد کبیر اکبره، اگر شما درش دخیل بشین، هر روز نور رو بر ظلمت ترجیح بدین و با هر کسی که ظلم میکنه به هر طریقی، مرد به زن، زن به مرد، حقوق و مزایا رو از بین میبره، بر اساس رنگ و نژاد میاد برتری و بهتری ایجاد میکنه، با اینا جهاد کنید. جهاد خیلی کلمه قشنگیه، اگر اون رو فقط جنگ مذهبی ندونید، بلکه جنگ با خرافه‌گری و افکار و اعمال ضد انسانی بگیرید و مردم رو به همدیگه طوری التفات بدین که جنگ با اختلاف باشه، بی‌عدالتی باشه. سوال دیگری که کردین، که امیدوارم این سوال وقت کافی داشته باشیم، آیا به نظر شما این آینده شومی که در انتظار دولت‌های مذهبی و سیاسی مثل ایران و امریکاست، شما فکر نمی‌کنید که تا این واقع نشود مردم هوشیار نمی‌شوند؟ سروران عزیزم، من رو ببخشید، از صمیم قلب پوزش می‌طلبم که این رو عرض می‌کنم. نمی‌خواستم این برنامه رو با حرفی که شما رو محزون بکنه تمام بکنم. من ابداً به این سوال معتقد نیستم. من معتقد نیستم که ایران و یا امریکا بایستی ما بدیش رو بخوایم از بین برن، سقوط کنن. خانم آقایان، اینا در شأن انسانهایی که با علم و با عشق میخوان دنیا رو عوض کنن نیست. سعی نکنید با این حرفا آینده تاریکی برای اهل امریک و یا اهل ایران ایجاد بکنید. خیر، در حال زندگی کنید، آینده را نتیجه فعالیت های حال بکنید. این است که ما در روانشناسی میگوییم هیر اند ناو. از گذشته درس یاد بگیریم، پند بیاموزیم،
و به جای آن که همش پیشبینی های ضد انسانی پر از غم، پر از خشم بکنید، سعی بکنید یک منظر عالی انسانی که مملو از عدالت و صلح و صفا و وحدت را ایجاد بکنید. آینده ایران دست ایرانیان است و بس. آینده امریکا، آینده هر کشوری، سروران عزیز، کسی اون بالا نشسته که ما رو بخواد قصاص بگیره ازمون. نجین خدا اینو گفت، نجین پیامبر من اینو گفت، نجین که بایستی اینها بمیرن، نابود بشن. اینا در شأن خدایی که سرشار از عشق و محبت نیست. اگر کسی از شما بپرسه اگر این خدایی که حال میخواهد این قصاص رو بگیره چرا از اول گذاشتین انجام بشه؟ خانم آقایون، این مباحث به ظاهر خیلی عمیقی که شما فکر میکنید خیلی بی اساسه. خداوند همیشه مهربانه، به هر اسمی و به هر قوهی که شما او رو قبول داریم. خداوند دنبال این نیست که حبیب ریاضتی رو نابود کنه، بلکه میخواد از گذشتش یاد بگیره، حال بهتری رو بهش عامل باشه تا آینده بهتری به وجود بیاد. چون شما دقت کنین، اگر مردم با هم خوب بشن به خاطر ترس، به خاطر رعب، به خاطر خشم، بعد از یه مدتی دوباره بر میگردن به همون عادات قبلشون. ما میخواهیم مردم روشنگر بشن، عادل بشن، فهمیده بشن، فرهیخته بشن، تا به اراده آزاد، نه به ترس از جهنم قصاص یا بهشت پاداشی بخوان آدم بشن، بلکه میخوایم انسان بشن. و این آینده ایران نازنین و امریکاست و یا هر کشوری که ما درش ساکنیم. با نهایت درجه احترام و توجه شما به این برنامه، تا هفته آینده شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.